سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. نگرانی آمریکا از فعالیت هراس افغانان در افغانستان. در ادامه نگرانی ها از چگونگی فعالیت و حضور گروه های هراس افغان در افغانستان، مقام های آمریکایی به این باورند که شاخه خراسان گروه داعش در حال حاضر بزرگترین تهدید در افغانستان است. مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا گفته است که این گروه توانایی های بسیار قابل توجیه در برابر طالبان دارد و شمار از حملات را در خارج از افغانستان نیز انجام دادند. در سوی دیگر محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع در دیدار با نماینده ویژه همکاری های سازمان اسلامی گفته است که حکومت جدید با تمام جهان اطمینان می دهد که از خاک افغانستان بر علیهشان استفاده نخواهد شد و سرحدات افغانستان محفوظ خواهد بود. اما این که آیا داعش تهدید جدی در برابر امارت اسلامی است، داعش در افغانستان به چه هدف می جنگد و نگرانی های پیهم دنیای غرب در مورد فعالیت گروه های هراس افغان در افغانستان چقدر به موضوع برسمیت شناسی امارت اسلامی صدمه می زند. من رازقیار هستم و مهمانانم آقایان دکتر نور احمد خالدی، تحلیلگر مسائل افغانستان از استرالیا، در برنامه با ما وصل هستند. برنا صالحی، آگاه روابط بین الملل، و ذکرالله هاشمی، آگاه مسائل سیاسی، هم در استودیو حضور دارند. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای خالدی، من میخوام بحث را با شما آغاز بکنم. در هفته های گذشته روسیه نیز مانند آمریکا که حالا ابراز نگرانی از فعالیت گروه های هراس افغان کرده، نگرانی مشابه داشته. فکر میکنین چی چیز باعث شده تا اینها نگران وضعیت افغانستان و فعالیت گروه های هراس افغان در این کشور باشند؟ سلام محترم. سلام خدمت مهمان شما و بیننده های تلویزیون. نگرانی روسیه، نگرانی کشورهای آسیای مرکزی، نگرانی هندوستان، این نگرانی های حتی ایران و چین، نگرانی های بسیار واقعی است یا از خطر گروه های توریستی که در افغانستان موجود هستند، فعال هستند، از دوستا و عقیدتی طالبا بودند و هستند، مانند داعش و مانند القاعده و دیگر گروه های مانند ایتی آیم یا ایست ترکستان موومنت که بر ضد چین سیارت سینکیان فعالت میکنه و همچنان گروه هایی که بر ضد تاجیکستان و ازبکستان فعال هستند در اینجا یا این خطر ایس میکنند که این گروه ها بعد از قدرت رسیدن طالبا یا زمینه پروالشان باز شده در حقیقت و زمینه فعالیت بیشتر پیدا کردن، امکانات بیشتر پیدا کردن. اینجا در بین طالبا بسیار دوستای قدیمی دارن، همرزما دارن، همسنگرا دارن، بنابراین اینجا برای امکانات فعالیت موجود است و حتی اما در مقابل امریکا در وضع دیگه قرار داره. نگرانی امریکا دیگه چیه؟ بله، امریکا در مذاکرات دوحه با طالبان دو پروتکل مخفی امضا کرده که احتمال زیاد یک از این پروتکل ها مربوط به حمایت طالبان از گروه ETIM است، ایست ترکستان اسلامیک موومنت، که بر ضد چین فعالیت کنه و ایالت سینکیان چین نارام بسازه. و زیادتر همچنان امریکا در تعهداتی که از طالبا گرفته در دوحه این احتمال موجود است که طالبا برای اطمینان داده باشند که در افغانستان حداقل برای CIA در پایگاه خود موجود خواهد بود، یعنی امکانات موجود خواهد بود که از استفاده کنند تا امریکا بتونه بالای منطقه نظارت داشته باشه، بالای
این تعهدات سبب شد که امریکا دولت گذشته افغانستان قربانی کنه و قدرت بسپاره به اصلاح و طالبان. یعنی باورتانی است که امریکایی ها با عنوان ابزار فشار استفاده میکنه از نام گروه های حراس افغان و فعالیت داعش در افغانستان بالای امارت اسلامی؟ بله درست است. ما واقعیت چی است؟ واقعیت است که در 20 سال گذشته یا 21 سال بگویم در امریکا هیچ واقعی توریستی از طرف القاعده صورت نگرفته، حتی از طرف گروهی صورت نگرفته. در 5 سال گذشته حتی طالبان بالای قوای امریکایی در افغانستان حمله نکرده بودند. در 5 سال گذشته در هیچ منطقه کشور آسیایی شرقی میانه شمال افریقا بالای منافع امریکا کنم حمله توریستی صورت نگرفته. بنابراین این که ترس امریکا که ظاهر به ظاهر نشان میده از القاعده و یا داعش، در حالی که داعش امریکا حمایت کرد در سوریه، در عراق، به البغدادی عکساش موجود است، ویدیوهاش موجود است که همراه سناتور مکین در ترکیه ملاقات داشته و میلیون ها دلار امریکا به البغدادی رهبر داعش داده بود که او فعالیت کنند بر ضد دولت بشار الاسد. و همچنان گروپ النصره در سوریه یک گروپ القاعده است، تروریستی القاعده است. امریکا با تمام قوای خود از این گروپ حمایت میکنه. و اینان شما موضوعی است که امریکا با داغ نگه داشتن موضوع تروریسم که امریکا خطر از روی احساس میکنه برای سازمان های استخباراتی خود، برای اردوی خود زمینه سازی مداخله دیگه کشورها را فراهم میسازه، یعنی وار توجیه میکنه اگر این خطر دو چند و سه چند میسازه. و البته مثلا کشته شدن الزواهری در کابل این یک رهبری که از کار افتادی القاعده فعال هم نبود، این مخصوصا برزی ها به چاقوش هم دسته میده که این ما ببینیم که ترس ما واقعی است و یادم وجود داشت و این ما داریم بوده میشه. بله. آقای خالدی، با اینکه شما به نیت آمریکایی ها شک دارین ولی در پالوی از او گفتین که فعالیت داره گروه های حراس افغان و نگرانی کشورهای روسیه و کشورهای غرب بدون آمریکایی ها گفتین که جدی است، چرا به این باور هستین؟ برای اینکه گروه ها موجود است، گروه ها برای چین فعالیت میکنن، گروه ETIM در چین فعال است، یا حکومت جلای وطن ساختن، حکومت از خود ساختن بر ضد حکومتی چین در سینکیانگی فعال هستند، در چین بسیار حملات تروریستی انجام داده بودند، دولت چین در مقابلشان در حالت دفاعی قرار دارد، در حالت یار به عنوان تروریسم اعلان کردند. اما چی ربط داره با افغانستان؟ برای ذکر ATIM در افغانستان موجود است، افراد از همراه طالبان همکاری میکردند در شمال افغانستان. بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن اولین حمله که صورت گرفت توسط افراد ETIM بود در مجموع قندوز بود، کجا بود؟ بله در قندوز یک مکتب بود، جایی بود یا حمله کردن یا وجود دارن، برای اینکه یا دوستا و هم دوستان هم عقیده طالبان هستن، یک سنگر بودن، در یک سنگر می جنگیدن، در یا به این خاطر یا وجود دارد. همچنان گروه اسلامگرای ازبکستان که سالها با دولت ازبکستان می جنگیدند، گروه اسلامگرای تاجیکستان، یا همهشون در افغانستان فعال هستند، گروه های چچنیا که در برزیل روسیه می جنگیدند، با طالبان دوست هستند، نزدیک هستند، یا با بعد از اینکه پاکستان عملیات ضرب الغضب بر ضد طالبای پاکستانی شروع کرد، تمام از یارا از پاکستان یا فرار کردن آمدن به افغانستان جای گرفتن. و شما فکر میکنید که پاکستان چرا با راکت کنه را میزد دیگه جای میزد؟ به خاطر که این نوع گروه طالبای پاکستانی یا در اونجا جای گرفته بودن. به این خاطر موجودیت این گروه در افغانستان پنهان نیست. سولیتینی ها میفهمه که در افغانستان فعال هستن، کشورهای آسیایی میرد این خطر میبینن، و به این خاطر حکومت تاجکستان دو پایگاه برای چین داده در جنوب تاجکستان، همچنان روسیه یک پایگاه داره در تاجکستان.
و همچنان افراد سرحدی تاجیکستان چینایی ها ترگه می کنند به می خاطر روس ها ترگه می کنند عملیات مشترک با تاجیکستان انجام دادند. تاجیکستان خیلی خطر نداره که حکومت قوه نظامی طالبا حمله میکنه بالای تاجیکستان یا بالای ازبکستان، نه خیر، از او نمیترسند، از این میترسند که گروه های دیگه که با طالبا دوست بودن از فرصت استفاده نکنند با بله. نفوذ آقای خالدی، گروه های را که شما گفتین، گروه های چینی، پاکستانی یا گروه های آزادی بخشی که کار میکنن در ازبکستان و تاجیکستان، این گروه ها در افغانستان مرکز دارن، ترنینگ میبینن، تربیه میشن یا تنها اینجا پنهان شدن به شکل مخفیانه اینجا از حکومت هایشان پناه گرفتن؟ در گذشته با طالبا در یک سنگر می جنگیدن در برابر حکومت گذشته با آمریکایی ها، جمهوری اسلامی افغانستان و خصوص بعد از اینکه گفت عرض کردم که پاکستان اردویش بر ضد طالبای پاکستانی اقدام کرد یک 6 سال پیش، یا به افغانستان آمدن یا همه ایشان در اینجا جای گرفت. اما حال چی؟ حال اینا پنهان هستن یا آموزش میبینن؟ یا خود نشدن که به هوا برن. اینال امریکا موجودیت دیاره در افغانستان برای امریکا یک اسید است، اسید یا یک چیز است، یک سرمایه است. چیزی که امریکا میترسه فعلا افغانستان ارز کنم که چی است، همین تازگی دو راپور در امریکا نشر شده، یک راپور همین به اصطلاح سیکیوریتی اسسمنت هر سال صورت میگیره از طرف ادارات استخباراتی امریکا و همچنان یک راپور دیگه امران تد نشر کرد در مورد اینمی سیکیوریتی اسسمنت در افغانستان و در منطقه. در این گفته میشه واضح مخصوصا از طرف امریکا یا از طرف ادارات استخباراتی امریکا، امریکا در افغانستان موجودیت فیزیکی فعلا نداره، حتی سفارتش فعال نیست. امریکا او به اصطلاح جواسیس خود کسایی را که با بالایشان حساب میکردن عملا در افغانستان معروف بودن یا را کشیدن در افغانستان در این فاصله که خودشان از اینجا برمدن. اما او اسطدیا او چیزای استخباراتی، عوامل استخباراتی امریکایی، سیایی و دیگر گروه های استخباراتی امریکایی که در افغانستان به صورت مخفیانه فعال هستند یا نوز در افغانستان وجود دارند و یا در افغانستان وجود دارند و حکومت امریکا با یا در تماس هست. از ظواهری که پیدا کرد، از ظواهری چندین به حساب خود نشتهای امریکایی ها چندین منبع استخباراتی امریکایی و غیره تشکر پیدا کرد در کابل. حتی این گفتن که وقتی که از ظواهری سرچمله میشه همین گروه چیز گروه حقانی فورا فامیل عزیز از این منطقه انتقال میتن که دیگه گروه طالبا متوجه نشن که اینجا، ولی که اکثر طالبا متوجه خود دولت طالبا از این خبر نداشتن یا هم مقاماتش اکثر مقاماتش خبر نداشت، اگر کان که یکی دو نفر خبر داشته برسی داشت، اما گروه حقانی این جای داده. خیلی سپاسگزار خالدی. خوب ظاهرا آمریکایی ها و دنیای غرب نقشه های کلان را بالاخره ترسیم کرده برای افغانستان و برای امارت اسلامی. چی باید بکنه امارت اسلامی به عنوان حکومت حاکم و مردم افغانستان مسئولیتشان چی میشه به عنوان جنبندی اگه بفرمایید؟ خب اگر برداشت حکومت امارت اسلامی یا طالبا مانند برداشت آقای هاشمی از مثلا حماس باشه، اگر ما او را به این نمونه بگیریم که حماس با اسرائیل می جنگه و حق داره چون از اسلام دفاع میکنه، پس جنوب گروپ ایست جنوبش ترکستان شرقی مردم ترکستان شرقی ویغورو هم بر ضد به خاطر اسلام بر ضد حکومت چین می جنگه. همچنان اگر این منطقه ما به کار بگیریم گروه های اسلامگرای کشمیری بر ضد اشغال هند در کشمیر می جنگند. اگر این منطقه در نظر بگیریم همین گروه ها هم در تاجیکستان و ازبکستان می جنگند. پس بنابراین این کشورها اگر می برداشت آقای هاشمی در دولت طالبا داشته باشه، خب فکر می کنن که این دولت طالبا با تمام این گروه ها یه تروریستی چیز داره، رابطه عاطفی داره.
اگر عملا هم روشن کاری نمیکنه، حداقل از لحاظ عقیدتی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ حمایت میکنه. پس بنابراین به این کشورها این ناراحت کننده است. این کشورها میخواهند دولت طالبا در عمل نشان بدن که با این گروه ها بریدن، با این گروه ها بریدن، هیچ ارتباطی ندارن و هیچ ارتباطی ندارن و هیچ کمکی از یاس عملا ساخته نیست. لطفاً به چینل ما مشترک شوید.